سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال کهن آپولو. امروز قراره یه آهنگ از شاهین نجفی به نام زلفلی خان رو با هم ریاکشن بریم. بریم برگرد. خب بچه ها، همونطور که گفتم امروز قراره یه آهنگ از شاهین نجفی رو با هم ریاکشن بریم. این آهنگ اسمش زلفلی خانه و از آلبوم جنس سوم منتشر شده، آلبومی که آهنگای خیلی خوبی داخلش هست و بهتره که بیشتر بهش پرداخته بشه. حالا ما با این ترک استارتش رو زدیم، امیدوارم که بتونیم آهنگای بیشتری رو براتون ریاکشن بدیم و همینطور حالا از یک سری از وجوه مختلف بتونیم این آهنگ رو نظر خودم رو بیشتر بتونم براتون در اینجا مطرح کنم. حالا شما هم اگه نظر خاصی از آهنگا دارین، از هر کدوم از ریاکشن هایی که ما میریم، اون نظر خودتون رو برای ما حتما کامنت کنیم تا بیشتر یاد بگیریم در کنار هم دیگه. خب شروع میکنیم با کاور این آهنگ که البته کاور کل آلبوم هستش. یک اسبیه تقریبا که کاملاً عکسه، یعنی برعکس شده است، پا به بالا و تنه پایینه، سر نداره و یک تاجی هم هست که اون بالای بالا هست و احتمالاً داره سرنگونیه و حال این سلسله و دولت زلفلی خان رو به نمایش میذاره. همین اسم زلفلی خان خودش یک سری داستان ها پای سرش هست دیگه، کلی حرف میشه در موردش. سر آخرین پادشاه زندیه یا آخرین خان زندیه میشه گفت، چون زمانی که دیگه به قدرت رسید چیزی از اون ایرانی که زیر نظر اولین پادشاه یا اولین خانشون که کریم خان زن بود نمونده بود دیگه. تقریبا هر قسمت از ایران دست یکی افتاده بود و مهمترین شخصی هم که سلطنت رو اومده بود میخواست غصب کنه و برای خودش کنه آقا محمد خان قاجار بود که حریف سرسخت زندیه بودش. خب قبل از اینکه آهنگ رو با هم گوش بدیم، لطفا ما رو سابسکرایب کنید، کامنت بذارید برای ما، همینطور لایک کنید و زنگوله کنار سابسکرایب هم یادتون نره. ما به حمایت شما خیلی نیاز داریم. متاسفانه یه مقدار سابسکرایب های ما پایینه و برای اینکه حالا یه پیشرفت بیشتری بتونیم بکنیم، ویدیوهای بهتری براتون بسازیم و اون چیزی که حالا در ذهنمون هست رو بهتون ارائه بدیم، بهتر و مهم هستش که حتما تعداد مشترک های ما زیاد بشه تا بتونیم در کنار همدیگه بیشتر یاد بگیریم و بیشتر حال کنیم. حالا میریم که یه آهنگ رو با هم گوش بدیم و ببینیم شاهین نجفی چی میگه تو این آهنگ. مطمئنان آهنگ یک سری از مطالب تاریخی رو میخواد به یاد ما بندازه، احتمال زیاد باید همینطور باشه. شام شب استخون استخاره کن مادر، ریشه های شیشه ای شیراز تو بخون بیا شب خون لطفعلی خان. خب همین اول کار شام شب میگه استخونه، خب معلومه دیگه. حالا شام شب استخونه یعنی خب هم فقر هستش، یعنی داره از فقر شاید صحبت میکنه که یه چیزی برای خوردن نیست، هم میتونه از اون سمت خیلی وحشتناک‌تر هم باشه، یعنی اینکه آدم‌هایی که کشته شدن و استخوناشون شام شب هستش. و میگه ما در ریشه های شیشه ای، ریشه های شیشه ای، من اینجا بیشتر نظرم اینه که احساس میکنم حالا درختی که ریشه کرده کاملا استوار هستش، اما ریشش شکننده است و هر آن امکان داره که یک فردی بیاد، یک گروهی بیاد و کل این خاندان، کل این قوم یا حالا کل اون سلسله رو از بین ببره. ریشه های شیشه ای. بقیه آهنگو گوش میدیم با خونه گریه داره چشم راست باغای غرق قایقای غا غالیای دار روی کاشیای شهر چرا چون شبیه شیه روی است به مرد خاصه وقتی خش رو بهار ماست لطفعلی خان. خش رو بهار ماست لطفعلی خان، یعنی آزادی شاید داره از بین میره، اون چیزی که باید باشه نیست. بعد خب لطفعلی خانم در اینجا به اصطلاح پادشاهی بوده که دیگه در آخرهای کارش بوده و به توسط محمد خان، آقا محمد خان قاجار از بین میره و کشته میشه
حالا در ادامه بیشتر با آقا محمد خان و همینطور زلفلی خان آشنا خواهم کرد شما رو. کاتبیم خوابهای خط خطی روی شاخهای شب پشت پرده های در همیم همین کمین کرده بازم زمین گریه کن چشات قراره که دراد لطفلی خان. خب اینجا دیگه مشخص شد چشات که قراره دراد زلفلی خان. چشما توسط چه کسی در اومده؟ چشای زلفلی خان توسط آقا محمد خان قاجار. خب آقا محمد خان قاجار دنبال کشورگشایی بود و خیلی هم کینه زیادی از زندیه داشت و همینطور از افشاری. زلفلی خان هم که همونطور که گفتم یکی از خانهای زندیه بود و یکی از حالا میشه گفت پادشاهان زندیه بود و آخرینش هم بود. آقا محمد خان توسط همین زندیه و یک سری ها حالا میگن توسط خود کریم خان زند یا حالا یک رابطی بین اینها بوده که این فرد یعنی آقا محمد خان رو اخته کرده و عقیم کرده این فرد رو که به اصطلاح اون موقع میگفتند خاجه و کینه خیلی زیادی داشت. به همین دلیل هم کلن در فکر این بودش که یک گروهی رو برای خودش دست و پا کنه و بتونه انتقام بگیره. بهترین موقع برای انتقام زمانی دیدش که دیگه کریم خان از بین رفته بود، مرده بود و از 4-5 تا هم از افرادی که حالا نزدیک به کریم خان بودن اومده ادعای سلطنت کردن و همینطوری گذشت یه مدتی و کشور در بلبشو بود و آخر سر هم به زلفلی خان میرسه که وقتی که دیگه این به اصطلاح از پادشاهی به زلفلی خان رسید زمانی بود که دیگه کشور از دست رفته بود، از دست زندیه خارج شده بود و آقا محمد خان خیلی از مناطق کشور رو در دست گرفته و حتی پادشاهی خودش رو در ساری اول تاجگذاری کرد و بعد اومد در تهران دوباره در اونجا هم تاجگذاری کرد که مناطق وسیعی از ایران رو گرفته بود و دیگه در آخرای این بودش که بره دنبال زلفلی خان و اون رو کلا از بین ببره، کل پادشاهی زندیه از بین بره، سلسله زندیه از بین بره. که یکی از اشتباهی که خود زلفلی خان هم انجام داد این بودش که از شیراز که مقرش بود و قلعه‌ای بود که در اونجا بود و چند بار هم آقا محمد خان خواست بهش حمله کنه اما نتونست و زلفلی خان پیروز شده بود. حالا خیلی ها میگن یه اشتباه خیلی بزرگ کرده، رفته بودش به کرمان لشکرکشی کنه و اونجا رو دوباره به دست خودش بگیره، چون حالا اون خان کرمان هم برای خودش اومده بود که از یک چیزی کنه دیگه، یعنی اینکه اون قسمت رو برای خودش بکنه و از دیگه زیر نظر زندیه نباشه. که حالا اومد به اونجا لشکرکشی کنه، آقا محمد خان هم از اون ور فرصت مناسب دید و اومد به شیراز لشکرکشی که شیراز رو گرفت و رفت به دنبال آقا زلفلی خان که در کرمان اونو بتونه به دام بندازه و دیگه همونجا کلا ببنده پرونده زندیه رو، که همین کارم هم تونست انجام بده. کرمان رو گرفت، کویی از چشم آدم هایی که در کرمان بودن، از مرد هایی که در کرمان بودن رو زیر پای آقا محمد خان فرش کردن و زلفلی خانم که گریخته بود به بم او رو هم حتی از طریق خیانتی که حالا دور اطرافیانش کردن مقر اونم پیدا کرد آقا محمد خان و او رو هم کور کرد و حالا بعد به تهران فرستادش و در اونجا اعدامش کرد. حالا اینجا هم که میگه چشات که درات زلفلی خان، دقیقا همینه، همین کار رو با زلفلی خان کرد آقا محمد خان و انتقام سختی ازشون گرفتش. بقیه آهنگ گوش بینیم، زیاد صحبت کردم، ببخشید. اگر فکر میکنید که توی آهنگ ها در مورد آهنگ های تاریخی مخصوصا میشه و سیاسی اجتماعی هم در کنارش، اگه فکر میکنید زیاد نباید صحبت بشه تو کامنت ها حتما برای من بنویسید که حالا من کمتر در این مورد بخوام باهاتون صحبت کنم. اما خودم خوب فکر میکنم که حالا یک سری اطلاعاتم بعد از اینکه یه آهنگی رو حالا گوش میدیم داشته باشیم و به دانشمون اضافه بشه بد نیستش. حالا نظر شماست، میتونید در کامنت ها حتما به من اعلام کنید. بقیه آهنگ رو گوش میدیم. فکر کنم یه چند بار لطفلی رو زلفلی اشتباه گفتم، احتمال میدم اگر اینطوری بوده عذرخواهی میکنم، تصحیح میکنم لطفعلی خان بوده.
شبیه مرسی از این مرسیه که بعد از انگار در آوردن چشم لطفعلی خان داره انجام میشه، کاملا داره با اون فضا ما رو آشنا میکنه، بتونیم تصویرسازی داشته باشیم از اون فضا. خیلی عالی. یه ذره دیگه میریم عقب و گوش میدیم. تفنگ در دهان خدا، اینو انگار که در اینجا داره مثلا شاعر یه کاری داره یه جوری بیان میکنه که خدا در اینجا نشونه گرفته شده و خدا داره کشته میشه انگار، یا خدا داره تهدید میشه توسط حالا یک خلقی، یک فردی. خیلی عجیبه اینجا و خیلی جالب بیان کرده. در کوچه تا اون زوزه می کشد و باد از تیفوز حامل است، درختان مات مرسی خان خواهران خیشند، خاک خراب خون و بدر بده بر مرگ و تیرگی گسترده. مصیبت معصیت یعنی اون اشتباهی که خودمون باعثش شدیم، باعث اون مشکل بزرگ شدیم، باعث اون مصیبتی شدیم که سمتمون بیاد، خودمون باعثش شدیم. معصیت. معراج های معوج یعنی معراج های وارونه، یعنی کج و معوج شنیدید دیگه، یعنی به سمت بالا عروج نمی کنه، انگار به سمت زمین داره میاد و سقوط داره میکنه. حالا میتونه به همون سقوط سلسله هم ربط داشته باشه اینجا. معراج های معوج دخیل به خیل خام های معرج، کباب گربه و سگ وقتی چیز تیره تیره میکنه زمان، دوباره قاقا جا جارید تا تارید آسمون. اینجا خیلی باله، یک بار دیگه حالا گوش میدیم. دوباره قاقا قارجار میگه و تاتار یعنی میخواد بگه این دوتا قوم قاجار و تاتار عین هم بودن، هر دو اومدن کشتار انجام دادن، هر دو اومدن یک سری کارهایی که سوزاندن و اینا، کل شهر رو از بین بردنه، که آقا محمد خان بیشتر تو کشتن افراد بود، یعنی مثلا همون کرمانی که در مقابلش حدودا 5 ماه دوام آورد برای اینکه به لطفعلی خان کمک کنه و نذاره که این فرد دست قاجار بیفته، آقا محمد خان قاجار بیفته، کل مردم شهر رو، مردای شهر رو کاملا پشت از زیر تیغ رد کرد و زنها و بچه‌ها هم که یه جورایی به اسارت گرفتش. بعد اینم باید بگم که قاجار حالا از توی کتابای نوشته شده که جدشون به حتی تیمور و مغول هم برمیگرده. مغول همون تاتارها هستن. یه بار دیگه این قسمت رو گوش بدیم. میره میکنه زمان، دوباره قاقا جا جارید تا تارید آسمون، جدا از این دست به سینه ها ببین تا ولی چشو بشین رو مغز پینه ها، چشات قرار که در آب لطفلی خان، چشات قرار که در آب لطفلی خان، چشات قرار که در آب لطفلی خان. دور دور اخته هاست لطفعلی خان، دور دور اخته هاست. کاملا مشخصه که اینجا داره از خود آقا محمد خان نام میبره که اخته بوده و خواجه بوده دیگه، خواجه تاجدار. و یک ویدیویی هستش تو یوتیوب، حالا اگر
به کتاب و اینا زیاد وقت اینو ندارید، که حالا هرچند من خیلی توصیه می‌کنم کتاب بخونید، حتی کتاب خواجه تاجدارم که حالا یک سری میگن که البته درست هم هستش، رمان گونه است و خیلی بزرگنمایی توش داره، اما اسامی و جنگ‌ها و سال‌ها رو تقریبا داره درست میگه و از این بابت میتونه منبع باشه. حالا اگر به اینها دسترسی ندارید یا وقتش رو ندارید، ویدیویی هستش، لینکش رو تو توضیحات حتما میذارم براتون، میتونید کل سلسله قاجاری آقا محمد خان قاجار رو سفر میکنم از تولد تا مرگش رو اونجا کاملا ببینید و بشنوید و لذت ببرید. و امیدوارم که حالا از این ویدیو هم که ما براتون گرفتیم، ریاکشنی که ما رفتیم، خوشتون اومده باشه. بیشتر من سعی کردم که به متن بپردازم اینجا و بتونم یک سری مسائل تاریخی که حالا در این دوره لطفعلی خان و محمد خان و قاجار اینا بوده رو بتونم براتون بازگو کنم و یک چیزی حالا بهتون اضافه شده باشه، یا اگر هم میدونستین یادآوری بوده باشه و دوباره به یادتون اومده باشه و تونسته باشین استفاده ببرید از این ویدیو. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و همینطور اگر از شاهین نجفی یا خواننده‌های دیگه خواستید ریاکشن بدیم و به آهنگاشون بپردازیم، لطفا تو کامنت ها حتما به ما بگید، خوشحال میشیم. سابسکرایب، لایک، زنگوله و همینطور کامنت یادتون نره لطفا انجام بدید این مسائل، مخصوصا سابسکرایب که خیلی ما مهم هستش. از اون برم اینستاگرام و توییتر ما هم فراموش نکنید، کهن آپولو، همینو اگه پشت سرم حروف رو بنویسید به انگلیسی، هم اکانت توییتر و هم پیج اینستاگرام ما بالا میاد و اونجا میتونید ما رو فالو داشته باشید. ممنون از تمام حمایت هایی که میکنید، از تمام کامنت های پر انرژی که برای ما میذارید و خیلی خیلی دمتون گرم، با عشق باشید و فعلا.